بنامید پروردگار بزرگ و بی همتا با عرض سلام و بعد از ظهر تک تک شما عزیزان بخیر انشاءالله که جور صحتمند باشین و تا کنون روز را با صحتمندی و سلامتی پشت سر گذاشتانده باشین. نیم ساعت مهمان خانه های شما هستیم، خانواده های گرامی که همین لحظه بیننده ما هستین، بیننده های گرامی که همیشه وقت ما را همراهی میفرماین و همکاری میکنین چه در دنیای مجازی و ای که پیام هایتان از طریق 488 هم با ما شریک میسازین. انشاءالله که امروز هم ما رو بیننده باشین با موضوعی که امروز دنبال میکنیم در رسم زندگی. بدون شک تک تک ما شما میخواییم موفق باشیم و سعادتمندی ها و موفقیت ها رو تجربه کنیم در زندگی، پر دستاورد باشیم و بتونیم دستاورد های بزرگ داشته باشیم در زندگی. حالا اینکه چگونه میشه یک فرد موفق باشیم پاسخی است که البته پرسش است که در ذهن تک تک ما شما ممکن وجود داشته باشه و هر کدام ما پاسخهای مختلف میتونه داشته باشیم به اینکه یک فرد موفق چگونه یک فرد بوده میتونه و چگونگی رسیدن به موفقیت در زندگی چی شیوه‌هایی را باید اختیار کرد و چه نکات هست که باید در نظر بگیریم که به مفهوم واقعی موفق باشیم. مورد است که میخوایم امروز دنبال کنیم و اینکه از زاویه دید آقای احمد نایب زاده مشنایم ایشان آموزگار هستند در ارتباط با اینکه چگونه میتونیم یک فرد موفق باشیم. ما را بیننده باشین و در نخستین لحظات بریم به طرف بسته معلوماتی که بر شما عزیزان تهیه دیدیم. در این بسته معلوماتی در مورد موفقیت، خصوصیات یک فرد موفق و اینکه چه نکات را از نظر بگیریم تا موفق باشیم در زندگی چیز بدانیم و اندوخته های خودمان بیفزاییم، برمیگردیم جزئیات بیشتر را در بحث با ما دنبال کنیم. برای ایجاد تغییرات مثبت در زندگی و دستیابی به موفقیت و پیشرفت همواره در حال یادگیری باشید. یادگیری باعث جوان شدن مغز می شود و با این کار به پیشرفت بیشتر دست خواهید یافت. همه افراد موفق به مطالعه کردن عادت دارند. با مطالعه می توانید به معلومات خود بیفزایید. پس هر هفته برای خود برنامه ریزی مطالعاتی داشته باشید. برنامه بریزید و هر روز چند صفحه یا بخش کتاب را بخوانید. هدف داشته باشید. بهتر است که بتوانید هدف خود را ببینید. در این صورت بیشتر احتمال دارد که به آن برسید. اجازه ندهید مردم شما را بترساند. نیاز به اجازه شخصی برای انجام دادن کارهای بزرگ ندارید. هر کس می تواند شکست بخورد. مانند شما. بنابر این از شکست نترسید و بر رقابت احترام بگذارید. در بسته معلوماتی چیز رو دانستیم در ارتباط با موفقیت و اینکه افراد موفق چه خصوصیات را میتونن داشته باشن. چند نکته در این بسته دانستیم، از اینکه از شکست نترسیم در زندگی و اینکه هدف داشته باشیم و هدف را دنبال کنیم در زندگی. هدف چگونه تعیین میشه و چگونه میشه یک فرد هدفمند باشیم و یک فرد موفق باشیم، در جزئیات بیشتر با آقای نایب زاده. خیلی خوش آمدین. سلام بر شما و از طریق تلویزیون شما به تمام هموطنان ممنونتان. آقای نایب‌زاده، مقدمتاً یک تعریف از موفقیت داشته باشین، از افراد موفق داشته باشین، چه می‌خواین بگوین در ابتدای صحبت‌هایتون در ارتباط با موفقیت و اینکه چگونه میشه یک فرد موفق بود؟ به نظر بنده هر شخصی که اگر هدف مشخص در زندگی داشته باشه و این موضوع رو درک کنه چگونه میتونه به هدف خودش برسونه و انسان موفق است. ایجاد هدف در زندگی و دنبال کردن هدف در زندگی قسمی که در بسته معلوماتی هم دارستیم خیلی میتونه مهم باشه. حالا چگونه میشه هدف را تعیین کرد؟ چون شاید پرسش در ذهن بسیاری از جوانان هم باشه چگونه هدف را تعیین کنن و هدف از کجا تعیین میشه، چگونه تعیین میشه، از شما بشنویم. هیچ انسان نباید در زندگی موجود باشه که بدون هدف باشه، چون اگر ما انسان بدون هدف ببینیم در حقیقت نمیتوان نامش از انسان گذاشت. به خاطر از اینکه خود زندگی کردن یک مفهوم ایره بر انسان بیان میکنه که ما به خاطر یک هدف خلق شده ایم. نگه بنان هر مسیر که انسان طی میکنه و در هر عرصه زندگی که باشه، اول این است که باید هدف خود در نهایت تعیین کنه و بالاخره این موضوع را درک کنه که چگونه میتونه به هدفش خودش برسونه.
و یگانه چیزی که در مسیر هدف انسان حرکت میکنه شکست و پیروزی داره، ولی شکست فقط من حیث یک درس عبرت در نظر بگیرم. بعضا میترسن از شکست خوردن در زندگی، غافل از این که اگر شکست نباشه در زندگی موفقیت در کار نیست. افرادی که موفق هستن، به جای رسیده هستن، روز با مشکلات زیاد برخوردن، فراموش نکنیم. و اینکه شما چی گفتنی دارین، چگونه میشه یک فرد انگیزه نزدش ایجاد شوه، قسمی که گفتین هدفمندانه به پیش بره، از شکست نترسه، اگر به مشکلات هم برمیخوره بازم روحی قوی داشته باشه و آنچنان تمایل بر موفق شدن داشته باشه که خب بی خیال از این همه مشکلات، بالاخره مو یک نکته ایره که تعیین کرده در زندگی یا مو جایگاهی که تعیین کرده، هموارد تلاش می باشه که با موفقیت برسه و این مشکلات در نظر نگیره. چگونه میشه اگر یک شخص مثلا در یک مسیر هدف حرکت داشته باشه، شکست های از این مسیر در حقیقت نشان دهنده از این است که خالیگه های از این به خاطر هدفش مایان می سازه. نگبنان من خودم در ابتدا در بعض تلویزیون و دیام گفتم این موضوع را، من یک زمان موتورشویی بودم. بسیار خوب. و بالاخره چون انگیزه برای خودم ایجاد کرده بودم، هیچ انسان نیاز از این نداره که مثلا دیگرها تصمیمش بگیره. هر انسان باید فردی تصمیم بگیره، مدبرانه تصمیم بگیره و حرکتش طوری باشه که اگر شکست آن خورد به در مسیر هدف خود، این شکست خود در حقیقت یک پایه یا یک پله از هدف خود فکر کنم و این شکست ها در زندگی که در حقیقت خالیگه های انسان نمایان میکنه. شما یک آموزگار هستین، تعداد نوجوانان و جوانانی که نزد شما میاین میخواین چیزی یاد بگیرن، چگونه ارزیابی میکنین انگیزه هدف داشتن در میان این نوجوانان، جوانان و نسل امروزی؟ خوب صحبت کنین، ولی در این لحظات بینیم به طرف چند پیام بازرگانی. همکاران ما میگن که یک میان برنامه میگیریم، برمیگردیم و پاسخ همین پرسش از آقای نمزاده میشنویم. از موفقیت گفتیم و خصوصیات یک فرد موفق. ما رو بینیده باشین تا جزئیات بیشتر در ارتباط با موفقیت بدانین. آقای نایب‌زاده، پرسش را که من ساختم در ارتباط با تجارب خودتان بگین، به ای که در میان نوجوانان و جوانان شما چگونه میبینین داشتن انگیزه، هدفمندی را؟ اونایی که میاین نزد شما میخواین چیزی یاد بگیرن، به چگونه از با چی روحی دارن درس میخوانن، تحصیلاتشون را به پیش میبرن و چگونه ارزیابی میکنین همین هدفمندی را نزد جوانان؟ یگانه موضوعی که برای هر جوان مهم است در شرایط کنونی افغانستان، البته فقط ایجاد انگیزه است در وجود جوانان و این انگیزه است که انسان به پیروزی میرسانه. و اکثرا ما با شاگردای سر و کار داریم که آمادگی کنکور میخوانه، خودم برنامه کنکور را پیش میبرم. فقط یگانه چیزی که ما کوشش میکنیم، اولین چیزی که برای یک جوان مهم است، ایجاد انگیزه است و دیگه موضوع بعدی پشت کار است. از چی باید انگیزه گرفت؟ بعضن میپندارن با این همه مشکلات که در محیط موجود داره، چی نمیشه دید که انگیزه گرفت ازش؟ خب امکانات اندک است و خواست ها و بالاخره آرزوهایی که جوانان امروزی بردر دارن خیلی بلند است، خیلی بزرگ است. از این قسمت صحبت بکنین که چگونه میشه واقعا ایشان روحیه بگیرن. یک چیز ما برشون میگن، میگه همت بلند دار که مردان روزگار ز همت بلند و جای رسیده اند. چیزی که مهم از مشکلات خواسته، انسان موفق کسی است که با مشکلات مشکل نداشته باشه. نمیتوانیم از مشکلات فرار کنیم. یگانه چیزی که انسان به پیروزی میرسانه، باید با مشکلات مبارزه کرد. هیچ پیروزی در محدوده آسایش به دست نمیاد. باید ما مشکلات را ببینیم تا پیروزی به دست بیاریم. نیک فرمودین. مسئله که اگر مشکلات را میبینیم و بعد میتونیم جای حل را جستجو کنیم و موفق خانه به در میاییم، آنگاست که واقعا یک فرد موفق هستیم. چون قسمی که میگن موفقیت فقط ایستادن نیست، بعد از افتادن ایستادن را موفقیت میگن و میشه یک فرد موفق گفت. یک فرد را که بعد از مشکلات بتونه باز هم روحیه داشته باشه، انگیزه و هدفمندی داشته باشه در زندگی خودش. در ارتباط به موضوعی که بیننده ما هم یادآوری کردن، خوب است پاسخی از شما داشته باشیم، ولی پیام های کسب بیننده ها ما دریافت کردیم، خوب است که به خانش بگیرم قبل از اینکه فرصت به اتمام برسه. بانو جمیله نورستانی پیام فرستادن، سلام تقدیم کردن خدمت شما و گفتن که
جدا شدن از یک انسان سطح متوسط و تبدیل شدن به یک انسان موفق از جمله خواسته هایی است که خیلی از افراد جامعه در زندگی روزمره خود به آن فکر می کنند و به مشکلات به عنوان فرصت برای کسب تجربه و کارگیری خلاقیت و مهارتمان باید نگاه کنیم. به سلامتی خود توجه کامل داشته باشیم، از استراحت کردن و ورزش لذت ببریم، همیشه صحبت های دلچسب و تقویت کننده روحی با خود و دیگران داشته باشیم، به افراد خوشبین و موفق مشورت داشته باشیم. ممنونتان بانو نورستانی، نکته خوب رو یادآوری کردن که سر و کار داشتن با افرادی که خوشبین هستن، مثبت اندیش هستن، چقدر میتونه انگیزه نزد یک فرد ایجاد کنه و اینکه خب خوشبین باشه نسبت به زندگیش و لذت ببره. قسمی که بانو نورستانی گفتن از همه کارهایی که در زندگی انجام میده، از استراحت کردن، از ورزش کردن، از با عزیزان بودن و از لحظه لحظه زندگیش لذت ببره. در زندگی هر چیز جایگاه خاص خودش داره. یعنی در کل زندگی به خاطر آسایش نیسته که مثلا هر انسان در فکر ازی باشه در آسایش زندگی کنه. طبعا هر انسان خواهان ازی است که در زندگی آسایش زندگی کنه. ولی چیزی که مهمتر از همه چیز است، مسئولیت پذیری هر انسان است. انسانی که مثلا مسئولیت های خود پذیرفت در هر حالت زندگی، انسان پیروز است. و همیشه یک فردی که مثلا همین دوست ما که پیام ارسال کرده بودن نکات خوب را اشاره کردن، ما کاملا تایید میکنم نکاتشان. و چیزی که مهم است برای یک انسان، باید این موضوع را فکر کنه که انسان یعنی چی تا به مفهوم انسانیت پی ببره. وقتی که ما فکر کردیم که ما یک انسان هستیم، نمیتونیم دیگه در هر حالت در آسایش زندگی کنیم. آقای نایب زاده، بیننده های ما پرسش های زیاد را مطرح ساختن. یکی از بیننده های ما تعریف و توصیف زیاد هم از برنامه کردن. ممنونتون، سلامت باشین آقای فرهاد، و سلام تقدیم کردن خدمت شما و پرسش را مطرح ساختن. گفتن اگر یک فرد مشکلات زیاد در زندگی می داشته باشه و آنچه آرزوهایی که داره برش نمیرسه، گفتن بسلای عام که خب اگر یک کار قرار باشه که انجام شوه ولی زمانی که او فرد اقدام بکنه اون کار استاپ میشه، متوقف میشه. خب به گونه یادآوری کردن که ربط به تقدیر قسمت دادن. گفتن در این قسمت چگونه میشه فرد روحیه بر خودش بتره، چگونه امیدوار باشه و آنچه که قسمت نمیخواد ولی فرد در تلاش و به دنبالش باشه، آیا میشه برش رسید؟ من کاملا خلاف از یقیده هستم که انسان در مورد قسمت فکر کنه. اگر به خاطر جواب برادر ما گوشه از تجربه خود ما در زندگی برشان بگم خوبتر است. من یک زمان مترشوی بودم و در اون مترشوی من به خاطر هدفم فکر میکردم، همیشه کتاب ریاضیات و فیزیک با من بود و بالاخره روز رسید که چون خداوند رو میبینه که بنداش در کدام هدف روان است، میگه خودت حرکت کن تا ما برکت کنم. بالاخره روزگار رسید که حالا بیشتر از 500 شاگرد کنکور پیش ما در یک صرف میشینه در پیش رویم. بنان انوزا ما ای جایی که قرار دارم فعلا ایره یکی از پله های هدفم فکر میکنم. ما در دنبال دیگه هدف هستم. دیگه برادرم ما بیره میگم که اگر میخواین هدف داشته باشن در زندگی و میخواین که به پیروزی برسن، هر شکست مایه پیروزی فکر کنن و نقاط خالیگاه خود دریافت کنن و بالاخره او خالیگاه را پر کنن، حرکت خود به پیش ببرم. بله آقای نایب زاده، بعضا میپندارن که موفقیت در زندگی همانا درآمد بیشتر داشتن از یا پول بیشتر داشتن یا پولدار بودن یا ثروتمند بودن. آیا واقعا فقط یک فردی که پولدار است میشه که یک فرد موفق برش گفت، یا چگونه یک فرد میشه یک فرد موفق گفت؟ خب در جامعه زندگی میکنیم که اکثرا پولدار نیستن، زندگی متوسط دارن، ولی چگونه میشه که یک فرد خودش موفق بگه؟ با چی خصوصیات نمی داشته باشه، چی شیوه زندگی رو اختیار میکنه، با مو داشته هایش چگونه کنار میاد؟ خوب است از شما بشنویم، چون بعضا میپندارن با مو زندگی خوشبختی که دارن در کنار عزیزانشون، اعضای فامیلشون، ولی خب همیشه در آرزوی می هستن که اگر یک فرد را ثروتمند و موفق یا پولدار میبینن میگن اونمو دیگر یک فرد موفق از میکیج هستم. ولی خوب است از شما بشنویم که یک فرد با داشته هایش چگونه میشه که حس شکرگزاری داشته باشه و فرد موفق چه خصوصیات میتونه داشته باشه. به نظر من یک زمان اگر حس کرد که در جامعه جایگاه خاص خود را تعیین کرده، دور از اینکه سرمایه دار باشه. اگر فهمید که جایگاه خاص خودش را حفظ کرده و یک جایگاه برش جامعه در جامعه یک جایگاه تعیین کرده برای خودش، پس اونمو فرد موفق است.
مثلا ما هر شخص پولدار موفق گفته نمیتونه. اگر وارد زندگی از واشای زیاد مشکلات است که از مشکلات گوناگون و رنج میبرن. دیگه بنان بقیده ای من بازم تاکید میکنم انسان موفق کسی است که تفاوتش با دیگه اشخاص حس کنه، ولی این تفاوت تفاوت مثبت باشه. آقای حمید پیام فرستادن و یادآوری کردن که حمایت چقدر میتونه نقش در موفقیت یک فرد داشته باشه. یک فردی که خودش هم تلاش میکنه و حمایت های هم وجود داشته باشه از اطرافیانش چقدر میتونه نقش در موفقیت داشته باشه. یا اگر یک فرد هیچ حمایت نداره، از سوی هیچ کسی، هیچ سپانسر کننده نداره، هیچ تمویل کننده نداره، فقط خودش حمایتگر خودش هست، آیا میتونه موفق باشه؟ ما فقط دیدگاه خودم در این مورد بیان میکنم. اگر ما اشخاص موفق جهان را ببینیم و مطالعه کنیم، چی از لحاظ سیاسی باشه چی از لحاظ اجتماعی، و کسهایی بودند که در حقیقت حرکت ابتدایی توسط خودشان صورت گرفته، و بالاخره وقتی که انسان، هر انسان در وجود خودش یک استعداد داره، اگر فهمید که در اگر پای بود با استعداد خودش، او خود به خود هیچ حمایت را نیاز نداره، خود به خود مردم پیدا میشن که او را حمایت کنند، دیگه بالاخره به پیروزی میرسن. چقدر نیاز است همانی که فرد موفق را میبینیم خودمان هم همین حس را داشته باشیم، همین درک را داشته باشیم تا بیشتر پشتیبانیش کنیم، حمایت کنیم. یک هم نوع خود را میبینیم، یک انسان دیگر را میبینیم. از آنجایی که در جامعه ما مسئله تخریب، حس حسادت، این همه موارد خیلی زیاد است که میبینیم در محیط که کار میکنیم، در محیط دفتر یا در محیط آموزشی، اگر یک فرد از ما کرده بلندتر میباشه یا موفق‌تر است، خب حسادت میکنیم امرایش و تا که میتونیم تخریبش میکنیم تا به زمین بزنیمش. آیا این موفقیت یک فرد بوده میتونه؟ که متاسفانه بعضا افراد همین گونه هستن. من میخوایم بگویم این گونه که چگونه میشه واقعا همین درک در خودمون داشته باشیم که پشتیبانی کنیم از یک فرد موفق تا برسه به یک جایی. خب وقتی که موضوع انسانیت بیان شوه، هیچ انسان باید در صدد از این نباشه که برای دیگر را تخریب کنه. اگر بفهمه که مثلا یک شخص به خاطر تغییر مثبت در جامعه قدم گذاشته، هر کسی که مثلا او را کمک کنه در حقیقت در تغییر او سهم گرفته، از جایگاه خودش هم برای خدا هم تعیین کرده و برای جامعه هم تعیین کرده. دیگه من امیدوار هستم که هیچ کسی با این عقیده نباشه که مثلا دیگران را شکست بده و خودش به پیروزی برسه. درست است بین هر نهاد و هر اجماعی که باشه باید رقابت صورت بگیره، ولی این رقابت رقابت مثبت باشه که خیرش به جامعه برسه. مسئله خوب رو یادآوری کردین، رقابت سالم داشتن. بعضا الگوی رو تعیین میکنن در زندگیشان، فقط میخواین اما شیوه هایی را که اونا اختیار کردن موفق شدن، اما شیوه هایی را چیزی ازش انگیزه بگیرن و بتونن که زندگی خودشان هم بالاخره با موفقیت ها به پیش ببرن. ولی بعضن افراد هستن کس را که انتخاب میکنن در زندگی خودشان بارمان الگو کپی اونم فرد میخواین باشن. از یک کلمه در لابلای صحبت هایتان یادآوری کردین، گفتین جایگاه خود را داشتن در جامعه. از آنجایی که هر کدام ما میتونیم جایگاه خودمان را داشته باشیم، خودمان هستیم. خب هر آنچه که هستم، اگر مقبول هستم، اگر بدرنگ هستم، اگر با استعداد هستم، اگر بی استعداد هستم، اگر آنچه عادات را که دارم یا آنچه خصوصیات که در من وجود نداره، ولی من یکی هستم در این دنیا، کسی دیگر مثل من شده نمیتونه. من میخوایم بگویم که چقدر مهم از الگویی را که تعیین میکنیم چیز انگیزه ازش بگیریم، شیوه های درستش یاد بگیریم، ولی نخواهیم کامل اونمو فرد باشیم، خودمان باشیم. چقدر مهم از دریستن به موفقیت و موفق بودن. اگر امون نفرم که ما الگو تعیین کردیم، در حقیقت او خودش رسیده به هدف خودش. ما همیشه از دید مثبت اگر به این موضوع نظر کنیم، درست است در هر شخص موفقی که در هر جامعه‌ای که بوده، چی در جامعه غربی و چی در شرقی، و را ببینیم، فقط مطالعه کنیم که چگونه و به هدف رسیدن و چگونه امروز ما میتونیم چطور ما خود ما را اجازه دادیم که از وا پیروی کنیم. درست است چون اشخاص موفق بوده باید از افکارشان استفاده کنیم، از افکارشان استفاده کنیم، ولی هر انسان به نظر من شخصیت خاص خودش داره. یعنی نمیتونیم مثلا ما خود در بگیم که مثلا فرض مثال براتون میگم که مثلا من یک بچه فیلمشون فلانی واره. نه خیر، او چون او هدفش بوده در زندگی که یک ستاره سینما شود،
او هدف خود از او بوده. اینال اگر خودت میخوای که یک جایگاهی داشته باشی در جامعه، باید نقاط مثبت از اورت تو مطالعه کنی تا خودت به هدفت برسانی. ممنونتون، سلامت باشین آقای نایب زاده. صحبت اینی که داشتین ان شاء الله که تک تک ما شما تلاش و کوشش کنیم تا بتونیم یک فرد موفق باشیم در زندگی. قسمی که آقای نایب زاده هم گفتن، خودمان باشیم، خودمان بهترین هستیم، همین حس را داشته باشیم. این چیز نمیشه تشبیه به غرور بکنیم. غرور فقط به ذات الهی میزی و غرور مسئله جدایی است، ولی اعتماد به نفس داشتن مسئله جدایی است. اعتماد به نفس داشته باشیم، اطمینان بر خودمان، بر استعدادهای خودمان داشته باشیم و زمانی که پیش خودمان یک چیز باشیم بدون شک دیگران هم احترام به اگر زمانی که ما واقعا در فکر ساختن شخصیت خودمان باشیم، در تلاش همین باشیم که یک فرد با شخصیت باشیم، بدون شک دیگران هم ارزش قائل می باشند به خودمان، به شخصیتمان. احترام متقابل را فراموش نکنیم در زندگی، در محیطی که زندگی می کنیم و حمایت کردن از یکدیگر، حس پذیرش داشتن، یکدیگر خود را بپذیریم، دست یکدیگر خود را بگیریم. دستگیری خیلی میتونه مهم باشه برای رسیدن به موفقیت. بر زمین زدن یک فرد نمیشه خود را موفق حس کنیم، برعکس پیش وجدان خودمون شرمنده می باشیم و این گونه است که پرورگار خود را هم ناراضی می ساخته باشیم. پس همواره در تلاش همین باشیم که اگر کار را انجام می دهیم، اگر چیز را به خود می پسندیم، به دیگران همچنان بپسندیم، به اطرافیانمان و هر آنچه که دوست داریم از آن خودمان باشه، دیگران هم دوست دارن، خوبی ها از آن اونا باشه. پس بکوشیم که اگر کار انجام میتیم، خیر خود را میبینیم، شر دیگر را مد نظر نگیریم، خیر خود و خیر دیگران را مد نظر بگیریم. ممنون از تک تک شما از بیننده های گرامی که ما را همراهی کردین تا کنون. خانواده های گرامی، تا فردا رأس ساعت 2 که من این گیتی منصف در خدمت شما قرار میگیرم در برنامه رسم زندگی، تک تکتان به پروردگار الهی مسپارم. انشالله که شاد و موفق باشین. خدا نگهدار.